قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بیکران بر همه شما عزیزانم. با نام و یاد ایزد خردمند و توانا که جان را در ما دمید و خرد را در ما نهادینه کرد و یاد بگیریم خرد رو فراراه خود قرار بدیم. من نمیخوام این جمله، حالا برای سر اینکه مرتب هر دفعه تو برنامه هم تکرار میشه، شما اصلا به مفهومش توجه نکنین، یعنی هیچ فکر نکنین که خرد یعنی چی. جان رو خب میفهمیم، جان رو در ما دمید، اما خرد با دی ان ای ما که بک‌گراند میلیون ها سال از اون بیگ بنگ بزرگ اتفاقاتی که افتاده و جهان به وجود اومده رو داره توی وجود ما و خرد جهان در وجود ما، در دی ان ای ما هست و ما یاد بگیریم که میتونیم از این آگاهی‌هایی که در درون ما هست خیلی خوب به نفع خودمون استفاده کنیم، میتونیم از اونا برای تصمیم گیری، برای بیزینس، برای ازدواج، برای رابطه با دیگران، از تمام اینا میتونیم راهنماییمون میکنه، میتونیم مطالعه کنیم ببینیم چطوری میتونیم از این طریق به اون خواسته هامون دست پیدا بکنیم. بنابراین مسئله مهمی که برای ما مهمه و باید یاد بگیریم اینه که منتظر نباشیم یکی دیگه برای ما یک کاری رو بکنه، یعنی و خودمون وایستیم. الان یه مسئله خیلی مهمی که هست برای ازدواج پسر دخترها و اینکه دخترها چه معیارهایی رو برای ازدواج دوست دارن داشته باشن و پسرها اصلا چه جوری برخورد میکنن. به هر حال به خاطر اون جنسیت مردها که طلب هستن بیشتر و خانوم ها یونیکن، یعنی میخوان که یاری داشته باشن که مال خودشون باشه. اتفاقا من داشتم الان یه برنامه رو گوش میدادم، یه خانومی داشت میگفتش که مثلا این همسر من همون موقع که قرار بود روزی که یاد چند روز مونده به ازدواجم، ما فهمیدیم که با یه خانم دیگه در ارتباط به هر حال سکسی بوده و این میگه نمیدونم چجوریه، چیکار باید بکنم. مردها خوب اصولا با توجه به تحقیقاتی که شده تنوع طلب هستن، یعنی و ممکنه که این انجام بدن. خانم ها نه، اولا که میخوان همونی که دارن کنترل کنن، یک تایی اونو برشون مهمه. تمام
دغدغه دخترای که ازدواج نکردن اینه که همش فکر آینده هم و میخوان ازدواج بکنن و این دغدغه پسرها نیست در اون سن ازدواج که میرسن. دغدغه شون حالا اون سیکس ریلیشنشیپه که براشون خیلی مهمه و باید ببینن که روی اون حسه. دغدغه دخترها وقتی که ازدواج میکنن تفکرشون، نگرانیشون همه کم میشه، ولی آقایون هیچ دغدغه‌ای قبل از اینکه ازدواج کنن ندارن یا هیچ نگرانی ندارن، اما بعد از اینکه ازدواج کردن شروع میکنن نگران شدن برای حالا خیلی چیزا، مسائل مادی، مسئولیتایی که دارن و خیلی چیزای دیگه. یعنی تفاوتایی که بین زن و مرد هست، دختر و پسر هست، و دخترها اتفاقا یکی از این کلاینت های من که من در ارتباط بود گفت دکتر همه شکست عشقی و نمیدونم کسایی که حالا یه همچی چیزایی اتفاق میفته صحبت کنی. یه بار دیگه من در این مورد گفته بودم ما شکست رو خودمون، طرز تلقی منه که من شکست خوردم یا طرز تلقی اون دختره یا پسره. معمولا خب پسرها خیلی راحت تر اگر یه مسئله حالا شکستی به وجود بیاد، ببینه طرف خیانتی کرده یا بره، بعد از اینکه با این دختر در ارتباط بوده، خب خیلی برای دخترها خیلی فشار میاد بهشون و دیپریشن، افسردگی به وجود میاره. پسرها یه مقداری راحت تر میتونن با این مسئله، حالا به قول معروف که میگن شکست عشقی، حالا من نمیدونم شکست عشقی رو به چی تعلق میکنه. اگر یه کسی به ما تعهدی میکنه، حالا یه دختر یا پسر به هم دیگه، و بعدم قبل از اینکه به ازدواج بکشه مثلا اینا حالا تعهدشون رو زیر پا میذارن و میگن خب نمیتونیم ما با هم دیگه مثلا ازدواج کنیم و اون مسئله‌ای که در ارتباط با رابطهشون داشتن میگن اصلا تموم کنیم. حالا برای دختر خب خیلی تفکری که اون داره، احساس نگاتیوی که در مورد خودش احساس میکنه، فکر میکنه من خواستنی نیستم، من دوست داشتنی نیستم، و به هر حال اون تفکرش اون بیشتر دخترها رو میبره توی افسردگی یا دیپریشن، که اینا خب یه چیز ریاکشنایه که خب طبیعیه. اگر امیدی توش بوده، اگر به هر حال مسئله‌ای بوده، این خیلی سخته براشون که اینو بتونن هندلش بکنن. برای دخترها، پسرها یه مقدار تو لبا اینا میرم، ولی اونا خب بهتر میتونن از دخترها این مسئله رو هندل بکنن. یه مسئله‌ای که ما باید بدونیم در ارتباط با تفکرمون، باورمون، آن چیزی رو که ما در ذهن خودمون میپرورونیم، وقتی من خودم رو دوست داشتنی و در حقیقت با ارزش نمیبینم، که تمام برمیگرده به سلف استیم یا عزت نفس، وقتی که اون افکار من در این مورد دور میزنه و اون نگاتیوی که من توی ذهنم دارم، وای نکنه این رابطهش با من خراب شه، نکنه این بره و یکی دیگه دوست بشه، نکنه این اینجوری، یعنی نکنه یعنی بکنه، یعنی وقتی که میپرورونی نگاتیو رو شروع میکنه ذهنت باور کردم. تمام این mindfulness and awareness، من تو تمام این تراپیا یاد میدم چطوری بیاین تفکرتون رو تغییر بدین و به نفع خودتون چه افکاری رو در سرتون بکارین و تمرینش کنه. اون اونجوری نیست که خم رنگ رزی نیست که بگه اینه و تق میزنم و میره استامپ میشه، نه، تمرین داره. و کسایی که شروع کردن روش های تفکرشون عوض کردم، وقتی که من باورم رو تغییر بدم، شروع کنم خودم رو باور کردن و یاد بگیرم که چطوری با ارزش بودن رو در خودم تمرین بکنم. یک خانومی رو
من چند روز پیش خانم محسنی بودن توی فروشگاهی دیدم که اومد گفت وای خانم دکتر ما اینقدر شما رو دوست داریم فلان اینا، من میخوام بیام پیشتون تراپی کنم و ببینم. گفتم خب مسئله چیه؟ گفت مسئله ماها که سن بالا داریم، حالا 30 سال 40 سال 50 سال ازدواج کردیم، مسئله مون اینه که شوهره مثلا پرخاشگره و دعوا دارن، مسئله ای که فکر کنیم 50 سال 40 سال 30 سال من تحمل میکنم، حالا زن یا مرد، و هی اره بده تیشه بگیر. اون حرف میزنه، من جواب میدم، دعوا میکنن، قهر میکنم. یا عمری نرفتن تمرین کنن، تراپی برن، برن ببینن خیلی خوب مسئله اصلیشون چیه. اصلا مسئله ای وجود نداره. دیس اگریا یا عدم توافق رو ما شروع میکنیم جنجال و دعوا روش راه انداختن از این طریق. بعد دیگه میشه شرطی، میشه یک پدرن و الگوی تفکری و اینکه با هم دیگه این مدلی دیگه برخورد رو بکنن. حالا طی سالیان سال، حالا بعد از 30 سال 40 سال خیلی خوب اون ما بیایم. گفتم خب شما تا حالا هیچ وقت هلپ نگرفتی، این کمک نگرفتی؟ مثلا گاهی رفتیم بعضی همون هی حرفامونو گوش دادن، گفتن آره راست میگی، یا بعد دیگه چیزی به امون یاد ندادن، ما هم دیدیم فایده نداره نرفتیم. حالا دیگه نمیدونم اسکیوزه یا هر چیزی که هست، یعنی عذر رو موجه میخوام بیارم. وقتی که من بخوام الگوامو عوض کنم، نحوه رفتارم رو با همسرم تغییر بدم، آیا شما اشکال دارین با همسرتون؟ الان شما جوونین، 4 سال 2 سال 3 سال ازدواج کردین، 5 سال ازدواج کردین، بچه های کوچیک دارین، آیا اشکال دارین با همسرتون؟ کار اساسی براش کردین؟ همینطوری اون رو ادامه بده. امروز دعوا میکنین، 4 تا حرف میزنین، در به دیوار میزنین، بعد 3 روز بعد 2-3 روز قهر میکنین، بعد 4 روز بعد آشتی میکنین دوباره. نه الگوهای تفکریتون عوض شده، نه اومدین ببینین که اوکی ما عدم تفاهممون واسه چی بوده. واقعا هر کسی هست بیاد روی خط یه توضیحی در حالا یه چیزی رو در این رابطه اگر داری بیاد بگی، بقیه هم یاد بگیرن که چه جوریه. ما نمیتونیم یک روش اشتباه رو ما دائما داریم تمرین میکنیم با هم. حالا 2 روز قهر میکنیم، با هم حرف میزنیم، از روز سوم چهارم هیچ کدوم نمیدونه کدوم ها دارن اشتباه میکنن، نمیدونن کجاست اشکالشون. حالا کسایی که خب توی تراپی با من میاد آگاه میکنم، من اتفاقا زن و شوهر رو با هم نمیارم، ممکنه بعد از اینکه جدا جدا در چیزای مختلف جلسه مختلف باشون کار کردم، بعد مثلا یه جلسه مشترک بیارم، تو همون جلسه مشترک این میخواد اونو قطع کنه، که از اولم میگم اگه قرار قطع بکنین اصلا دیگه لازم نیست، ما جلسه رو قطع میکنیم. نمیتونم اینجا اون داد بزنه بگه بی خود میگه یکی بگه. گفتم تحمل داشته باشیم ببینین که خب اون داره گلش چیه، شما گلتون چیه، باید ببینیم که چه انتظاراتی از هم دارن، از چه جوری هرت میشه اون مرد به خاطر رفتاری که خانومش باهاش میکنه، یا چه جوری هرت میشه اون خانوم به خاطر رفتاری که همسرش باهاش میکنه. هیچ کدوم نرفتن دنبال اینکه راه حل رو پیدا کنن و ببینن اون کجا قرار گرفته، این کجا قرار گرفته. خیلی واقعا زمان میبره که بیاین شروع کنین تمرین کردن و یاد بگیرین که مثلا روش قهری، بدترین روشی که ما داریم برای این ارتباط این که یه دفعه اصلا یه ما قهر کنن، اصلا دیگه من نه با اون حرف میزنم. خب این مسائل حل میشه یا تمام مدت شما تو ذهنتون، چه حالا شوهر چه زن،
او این کارو کرده، بعد شروع میکنه خودش رو با خودش قاضی میکنه و تنهایی به قاضی میره و محکوم میکنه اونو. اون یکی هم همینطور قهر میکنن و فکر میکنن خیلی راه حل خوبیه، نمیایم دنبال یه راه حل درستی که بتونیم یه نتیجه قطعی بگیریم، نه اینکه باز دوباره ادامه بدیم. حالا یه سال ما هم قرار بشین، شیش ماه قرار حل میشه چیزی؟ یا اون تمام اون ایشوهایی که اون تذهنشه باورایی که اون خانم یا اون آقا همسران تو ذهنشونه، هی اینا قدرت میگیره و نمیان یه راه حلی براش پیدا بکنن و میخوان با همین روش یه چیزی بهش بدن. آخر نه، ما دیگه ما هم نمیتونیم زندگی کنیم و میخوان طلاق بگیریم و میخوایم زندگی رو قطع بکنیم. درود بر شما، بفرمه. سلام عرض کردم. درود بر شما، خوب هستین شما؟ سلام، صدای من میاد. درود بر شما. تشکر از شما. خیلی لطف دارید. لطفاً یه مقداری میشه راجع به شخصیت‌های کمالگرا صحبت بفرمایید؟ شخصیت‌های کمالگرا، شما خودتون کمالگرایی؟ نه زیاد، ولی دوست داشتم بدونم آیا هستم یا نیستم. آها. ممنونم. خواهش می‌کنم. به هر حال من حالا این بحثم در مورد این همسران که با هم دیگه دیسگری دارن و نمیخوان برن تو تراپی، یا میگه مثلا میگن رفتیم مثلا چندین جلسه چیزی به ما یاد ندادن، ما فقط درد و دل کردیم، اونا هم مثلا گفتن خب آره میفهمم. اینجوری نیست، تکنیک داره، روش داره، لازمه که یاد بگیرین چجوری. همون آدمی که میگین کمالگراست، شما فکر میکنین کمالگرا چه خصوصیاتی داره؟ شما بگین ببینم. خانم دکتر شما محبت بفهمه، اختلاف شخص کمالگرا رو با انسانهای مغرور اینو برای ما اگر مشخص بشه. ببینید ما یه دونه چیز داریم، نارسیسیست تلویزیون گوش میکنم. باشه، خواهش میکنم. متشکرم. خواهش میکنم. ما یه چیز داریم به اسم نارسیسیست پرسونالیتی دیسوردر که اینا خودخواهن، خودپرستن، فکر میکنن همه چی رو تمام و کمال دارن. اون آدم کمالگرا که بهش میگن آدمیه که تمام مدت زوم میکنه روی حتی یه دونه، حتی اگه تو خونش یه آشغال کوچیک، حالا همه جا تمیزه، اون نکته رو میگیره. این همه چی پرفکشنیست بهش میگن. آدمایی که پرفکشنیست هستن اول از همه خودشون بیشتر از همه آسیب میبینن. و تمام مدت من داشتم کسایی رو که یه خانم بود که کمالگرا بود و خانم تحصیل کرده ای هم بود، مهندس بود، خیلی ایراد برای بچه هاش، با شوهرش، با کسی که تو خونش ممکن بود مثلا کار کنه. تمام مدت هیچ وقت راضی نیستن آدمای کمالگرا. افراد کمالگرا دنبال یه ایراد خیلی کوچولو که یه جنجال بزرگ روی همون ایراد، چون نحوهی که دارن فکر میکنن که گفتم پرفکشنیستا، فکر میکنن خودشون پرفکتن، میخوان به همه لکچر بدن، سخنرانی کنن، تو اینی، اون اونه، این اینه. و آدم های بسیار، یعنی زندگی باهاشون خیلی خیلی مشکله. اون کسایی که پرفکشنیست هستن تو ارتباطات با فرزندانشون، من مواردی رو که دیدم و بودن با من، بیشتر مثلا اون کسایی که بودن خانوم بودن، اینا عرصه رو تنگ میکنن. مثلا از شوهرشون انتظار دارن در یه سطح عالی، از بچه هاشون انتظار دارن که
اون چیزی که اون فکر میکنه اونا باشم، از نظر نظم، از نظر تحصیل، از نظر ادب، یا مثلا مهمونی هایی که میخوان بدن میخوان خیلی به نکته های ریز و چیزای خیلی مهمی براشون هست که همه چیز بدون عیب باشه. اینا ایراد آسیب میزنه به رابطه آدم، حالا توی مهمونی هاشو اشکالی نداره، ولی وقتی که ما اینقدر تفکر اینو داریم که میخوایم همه چیز بر مبنا و خواست من باشه، اونطوری که من فکر میکنم، یعنی راهی که من دارم فکر میکنم درباره چیزا، میخوام همه اونو فالو کنن. خب نمیتونن، برای اینکه ما نمیتونیم اطرافیانمون رو وادار کنیم که با توجه به اون تفکری که ما داریم و میخوایم آدمها رو این رول کنیم که تمام اونها رو رعایت کنن. این بعد بهترین نمره رو بگیره، اون بچه بعد کلاس مثلا باله بره، این دخترم بعد باله بره، پسرم بعد بره مثلا بسکتبال بکنه، بره نمیدونم کیک باکسینگ یاد بگیره، اون یکی بره، یعنی تمام مدت ما این به بچه‌های بیچاره هم فشار میاریم. من اون کسی که من توی تراپی بودم و دم واقعا این فکر میکنه اگه اینا این کلاس ها رو نرن، اگه اون نمیدونم اونجوری نشه، اون کسی که حالا خونش داره خونه رو تمیز میکنه یه لکی روی این میزه مثلا، این خودشون از همه بیشتر عذاب میکشن و آسیب به اطرافیانشون میزنن. ما اینطوری نیستش که خودش تنهایی، چون هیچ وقت راضی نیست. اینا رو بهشون میگم چی میگن، آدمایی که هر کاری بکنی ناراضین، هیچ جوری راضی نمیشن. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر، آدمایی که دروغ میگن یا خالی بندی میکنن میشه باشن زندگی کنی یا نه؟ بدبینن باشن. خب ببینیم، مسئله اینه که شما از کجا میدونین که این داره دروغ میگه، از کجا میدونه خالی بندی میکنه؟ مشخصه دیگه. پس حالا زن آدمه، شوهر آدمه، یا دوست آدمه. ببینین اگه دوست ماست خب اونجوری نمیتونه به ما ضربه بزنه، ولی اگه شریک زندگی آدمه، دوستتون باشه که بیاد حالا بگه که من مثلا رفتم تو جنگل یه شیر بزرگ رو گرفتم، کلش رو گرفتم با دست کندم. آره دکتر، دروغ میگه و خالی بنده همه تو ریا زندگی میخواد، کلا سرمزبه و کلا گذاری و با خالی بندی و دروغ و نیرنگ میخواد زندگی بکنه. کی؟ یعنی همسرتونه؟ هم در دستش باشه. همسرتونه یا دوستتونه؟ تقریبا همین. نه خب ببینین، اگه دو طرفه خانم دکتر. نه ببینین، اگه من آقا باشه، حالا آقا کیه؟ دوست منه، برادر زن منه، پدر زن منه، نمیدونم دامادی باشه، دامادم. خیلی خوب، شما نمیدونم چه منافعی با این آدم دارین، یعنی این آدمی که به قول شما خالی بنده، اینو یاد میگیرن دیگه. ببین از دوران کودکی آسیب هایی که دوران کودکی به ما میزنه، اینی که ما میتونیم وقتی که پدر مادر ما رفتارهای نادرست با ما دارن، میزنه مثلا توپو میزنه شیشه میشکنه، بعد مادره بیان بگه این توپو زدی تو شیشه رو شکستی، میزنه رو دستش، کتکش میزنه، دعواش میکنه، مگه فلان، یعنی شروع میکنه اعتراض کردم، دفعه دیگه میزنه حالا یه ظرفیه که خیلی کوچیک بزرگ میشکنه، مادره ندیده میگه تو شکستی، میگه نه من این کار رو. اینا دروغ رو یاد میگیرن، take advantage از دروغ. حالا حتی پدر مادر خودشون میگن اگه تلفن زد بگو ما نیستیم، یا بیا ما مثلا برات یه اسکیوزی میاریم که تو مدرسه ندی. آدت سوالی از من داری؟ من قطع کنم. نه شما میتونین قطع بکنه اگه خودتون سوالی نداریم، من اینو برات میگم. راهنمایی بفرمایید، ببین با تو آدم میشه زندگی کنه. ببین اگه دامادتونه، شما چه اصراری دارین با دامادتون زندگی کنه؟
مگه با اون میخوای زندگی کنی؟ دخترت داره باش زندگی میکنه. ما چرا؟ هم دخترم داره گوش میکنه خانم دکتر. خیلی خب، دخترتون گوش میکنه، بعد ببینید روش خود دخترتون چجوریه با این آدمی که این مدلیه. وقتی که ما بپذیریم خب... گوشی خانم دکتر گوشی گوش نمیشه، خودش روش نمیشه. هر بسنه خانم دکتر چرا روش نمیشه؟ ببینید همونه دیگه، که همون آدمی که داره باید زندگی میکنه میاد دروغ میگه، ریا میکنه یا شلاتان بازی در میاره، ولی این روش نمیشه. خب یعنی چی؟ یعنی هم هر کاری میتونی با من بکن، من صدام هم در نمیاد و نمیتونم. من نمیگم دعوا کنین، اعتراض کنین. اون آدمی که عادت کرده به دروغگویی، عادت کرده و شما پذیرفتین و ادمیت کردین، گفتین اوکی آره تو این کارو کردی، تو رفتی. حالا من نمیدونم دروغ‌هاش در چه جهتیه که خود خانومش بیاد توضیح بده یا به شما بگه توضیح بدین به من ببینم این دروغ‌هاش در چه حده. یعنی در حدیه که برای زندگی زناشویی، یا میگه من اون بیزینس رو کردم اونجا این پول رو دارم، یا حالا میبینی اصلا یک عالم قرض داره. این اشکالات اینجوریه که اگر روی زندگی زناشویی تأثیر منفی داره و این آدم همینطور داره ادامه میده، شما میتونین کمک بگیرین ببنین، ولی اون باور نمیکنه که داره اغراق میکنه، باور نمیکنه که چون از الگوهای دوران کودکی به این شکل تونسته جلب محبت بکنه، جلب همکاری بکنه از طریق دروغ‌هایی که والدین گفتن، از طریق راه‌هایی که اونا بهشون یاد دادن. بنابراین حواستون باشه دیگه، ما باید بعداً بگین دخترتون با من با تلفن من تماس بگیره. بدبینه خیلی. خیلی خب، همه این صفات ناجور رو داره، ولی شما به دخترتون میگین به من زنگ بزنه، خودش با من بعداً توی با تلفن من با من صحبت کنه، من ببینم سلوشنشون چیه. اوکی، درود بر شما. بفرمایید. الو. سلام، خسته نباشید. صداتون بلند کن لطفا، یکم صداتون کمه. ببخشید خانم دکتر، میشه در مورد عوارض طلاق صحبت کنیم؟ چیه طلاق؟ عوارض طلاق؟ بله بله. یعنی کس که جدا میشه خصوصیات زن چجوریه، مرد چجوری با طلاق برخورد میکنه، درسته؟ بله، زنی که به بچه ها چقدر آسیب میزنه. اوکی، بستگی داره دیگه. ببینیم بچه هایی که طلاق، شما از تلویزیون گوش کنید، شما از تلویزیون گوش کنید. ممنون خدا. سوالتونو می نویسم بعد این کسایی دیگه هم که زن. درود بر شما، شما هم سوالتونو بکنید، من اینجا می نویسم بعد توضیح می دم. الو بفرمایید، شما رو خط هسته. سلام خانم دکتر. سلام، درود بر شما. درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون به خاطر دادن بسیار بسیار خوب ارزندتون که برای همه ما هموطنان نظیر دارید. خانم دکتر این سوال داشتم که سوالت اینه که من تقریبا یک سالی هست دارم تلاش میکنم توی کنکور تجربی سال آینده رتبه اول رو به دست بیارم. تماما باور و ایمان دارم، ولی گاهی اوقات به خاطر اینکه حجم زیادی درس رو من میبینم گاهی اوقات اعتماد به نفس هم میاد پایین، با توجه به اینکه میدونم ذهن من آینده رو میخواد کنترل کنه و میخواد منو بترسونه و من نسبت به آینده کمی نگران کنم و میدونم که میتونم ذهنم رو کنترل کنم، ولی گاهی اوقات حجم زیادی درس رو ایمان و باور و اعتماد به نفس من رو میاره پایین، با وجودی که پنجمه دیگه من فرصت دادم برای کنکور. حتی به نتیجه هم فکر نمی کنم، میگم من شما روششو میخواین چون من قرار شد عوارض طلاق رو برای اون خانم بگم. بعد اینکه نحوه کنترل ذهن چطوری ما میتونیم باورهامون رو قوی بکنیم و بتونیم توی حالا اون اهدافی که داریم، راههایی رو که میخوایم انتخاب کنیم، بتونیم موفق بشیم. منظور شما اینه که ببینیم چطوری من چیکار کنم که ایمانم قوی تر بشه، باورم قوی تر بشه، و وقتی که حجم زیاده درست ها میگیرم و نگران میشم باید چیکار کنم که
خب من اینو براتون توضیح میدم. من برای اون خانم چون بهشون گفتم قطع کنین که من عوارض طلاق رو بگم، برای شما هم باور و اینکه ما چطوری میتونیم اون اعتماد به نفس نیست، اون حرمت نفس، باور به قدرت های وجودم، باور به اینکه من قادرم، من میتونم. اونا رو حالا من باهاتون بعد از اینکه در مورد عوارض طلاق صحبت کردم برای اون خانم، من در مورد این مسئله برای شما توضیح میدم. بعد اگر با سوالی داشتین بیاین روی خط دوباره، چون الان خطو چت میکنم. خیلی متشکرم. خواهش خداوند زیبا باشید. خیلی متشکرم قربون شما. ببین عزیز من، طلاق بار عاطفی داره، بار روانی داره، بار مادی داره، یعنی چیز آسونی نیست که دو نفر بخوان همینطوری بگه او ما با هم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. الان کسی که اومدن توی تراپی با من و اینا، نه خانم دکتر نمیشه، میخوام رسوندم به اونجاهایی که تونستن چطوری تغییرات رو در خودشون به وجود بیارن و طلاق رو، یعنی که طلاق که نگرفتن هیچی، بعد از 4-5 ماه که واقعا هم خانم اومد جدا تو تراپی، اما تونستن اینا زندگیشون رو بسازن و یاد گرفتن که چقدر اشکال داشتن در شناخت همدیگه، در رابطه‌ای که با همدیگه حالا ارتباطشون از نظر عاطفی، احساسی، نمیدونم اون تمایلاتی که تمایلات جنسی، تمام اینا خیلی مهمه. یعنی یکی از مهمترین مشکلاتی که برای در مورد مسائلی که افراد رو به طلاق میکشونه 70% مسائل جنسیه. اگر تمایل الان در ابتدا، ولی باز هم مسئله جنسی خیلی میتونه رو روان آدم ها اثر بذاره. وقتی که اصلا اون رابطه رو ندارن، اون فشارهای عصبی وقتی زیاد میشه، شروع میکنن ایرادهایی در مورد چیزهای دیگه گرفتن، اخلاق و رفتاراشون تغییر میکنه، چون اینا خیلی هورمونایی که از نظر جنسی فعال هست، همه زنها مخصوصا که آقایون دوتایی با هم، وقتی که این از نظر جنسی رضایت نباشه دیگه، دنبال این که چرا در گنجه بازه، چرا اونجوری شد، این اینطوریه، اون اونطور، یعنی ایرادها و بهانه هایی رو میارن که اصلشون نیست. زیربناش اینه که ما از نظر جنسی خیلی فشار رومونه وقتی که باشون برخورد میکنیم. بنابراین عوارض طلاق خیلی زیاده، باید حواستون باشه. من کلن میگم تا موقعی که اگه حالا یکی معتاده به اون شکل که دیگه اصلا زندگیشو اونجا به فنا داده، یا یکی که واقعا حالتهای پرخاشگری شدید داره، حتی با دارو درمانی یا تراپی هم نتونسته و اون رفتارهای خشونت آمیز کنترل بشه و دیدن نمیتونن، حالا من خیلی موافق نیستم، چون فکر میکنین که آره این شوهر من یا این زن من این اشکال رو داره، من نمیتونم با زندگی کنم، من اینطوریه اونطوریه، به حرف من گوش نمیده، اون یکی میگه این میخواد من همش اطاعت کنم، یا دنبال بهانه از هم دیگه. مهمترین مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که شما با همین رفتارها، با همین تفکر، با همین ایشوها و اشکالاتی که تو رفتارهاتون با همسرتون دارین، هر کدومتون، آقا، خانوم، حالا برین فکر میکنین که میتونین در زندگی بعدی، آره یک زن خوب میگیرم که اینطوری باشه، اونم میگه یک شوهری میکنم، وقتی که من رفتارام اشکال داره، وقتی یاد بگیریم ما میتونیم، وقتی که یاد بگیریم نحوه درست فکر کردن رو، نحوه درست رفتار کردن رو، و باورهایی که ما داریم، باورهایی که از کودکی در ما شرطی شده، من اینا رو باهاشون healing the inner child میکنم، کسی که میان تو تراپی، ببینم چه ایشوهایی در دوران کودکی بوده. توی هیپنوتراپی خیلی چیزا آشکار میشه و خودشون یه سری آگاهی هایی پیدا میکنم، بعدم ما یه سری رو همونا میتونیم طول های تراپی باهاشون کار بکنیم. ولی اون آدمایی که الان نمیتونن با این بسازن، دارن با
این آدم در حقیقت جدا میشن، میگن نمیتونم. حالا فکر میکنین برین تو رابطه ای دیگه، اون بعد چه جوری باشه که شما بخواید؟ اونم آدمی هم که میاد با شما چه انتظاراتی متفاوت داره. یه دفعه میبینین طرف رفته چهار دفعه، من این دفعه ازدواج کرده، هی جدا شده، هی جدا شده شده، الیزابت تیلور 6 دفعه ازدواج کرد. ببینین اینا رفتارهایی که تا درست نکنین نفهمین اشکالتون چیه، علت این که جدا شدین چیه. شما واسه خودتون دلایلتون، آره این اینجوری میکنه، اون اونجوری میکنه، آقای میاد جدا یه چیزی میگه. اما وقتی توی تراپی قرار میگیریم، اون آدم به رفتارهای خودش واقف میشه، میفهمه چه اشکالاتی در ارتباط، مثلا آقا چه اشکالاتی در ارتباط با همسرش، چه خواست همسران با هم متفاوته. زنها دنبال ناز، نوازش، عشق ورزی، وفاداری، ساپورت و اینکه شوهر شنونده خوبی باشه، دو تا گوش باشه، نه اینکه هی بگه بخواد بهش فیدبک بده، نه تو اشتباه کردی، چرا با خواهرت این حرف زدی، اونی که گفتی معلومه که دعوا میشه. یعنی شروع میکنین نصیحت، قضاوت. آقایون اشکالی که دارن در ارتباط با خانوم ها، تمام مدت میخوان بشینن و بهش فیدبک بدن، فکر میکنن بابا اون خانوم دو تا گوشه شنوا میخواد که بهش نبیگه آها میفهمم، نه اینکه آره تو اشتباه کردی، با اون دوستت واسه چی این کار کردی، تقصیر تو بود، رفتارت باید اینجوری باشه. وقتی شروع میکنیم فیدبک دادن، اینجور رابطه رو داریم خراب میکنیم. اون خانوم وقتی شما در میرسین یا توی خلوت خودتون یه درد و دلی داره باهاتون میکنه، شما دارین یه درد و دل گوش میدین، اون آقا باید شنونده فعالی باشه که بفهمه، بگه او درکت میکنم، میدونم، پس هرت شدی وقتی که اون جواب اینجوری رو گرفتی، میدونم که به ناراحت شدی. یعنی حس اون رو قبول کنین. ببین خانوم ها گفتم از نظر عاطفی، مادی، عشق، محبت، نمیدونم وفاداری، ساپورت، حالا همه چی، اینا خیلی دوست دارن که همسرشو این کار رو بکنه. مردا انتظاراتشون متفاوته. مردا میگن مرا ببین، منو تحسین کن، قدرت ها منو مقایسه نکن، همونطور که من هستم اون ارزش های منو درک کن. چیزای دیگر رو اونجوری که خانوما 6 7 8 تا دیمندینگ دارن، آقایون میگن منو مقایسه نکن، ارزش های منو درک کن. یعنی ما بعد به اون آقا بگیم من بهت افتخار میکنم، میدونم این کار رو کردی، میدونم که خیلی واقعا تمام تلاش تو برای زندگی ما کردی، من توی زندگی زناشویانه این همش واسه خودش خانومه، مثلا فکر میکنه هی پودان کنه اون همسر رو، اون عاشقش میشه، میاد میگه قربونت برم. تمام مدت این که همش ول میگرده و فلان کار رو نمی کنه و اینو نمی کنه، و یعنی همش دارین اون آدم رو، یعنی درست نقطه‌ای که مردا خیلی آسیب میبینن اینه که تحقیرشون بکنی، ببرشون زیر سوال. خانوما شاید از این نظر اینطوری نیستن، آقایون خیلی براشون مهمه که تو منو بپذیر، منو قبول کن، منو تحسین کن. انقدر عاشق اینن که همسرشون تحسینشون کنه، قبولشون داشته باشه، باورشون بکنه. تو که از آن ارزه نداری، این همسایه‌مون منوچهر خان اومد این چیز رو خراب شده بود، حالا شیر دستشویی یا شیر آشپزخونه اومد یه دقیقه درست کرد، تو که ارزه نداری. اون اومد فلان کارمو کرد، مثلا برادرم اومد، تو که نمیتونی. یعنی ما شروع کنیم حقیر کردن، بفهمین دارین چی کار میکنین، برین کمک بگیرین. من اصلا سلوشن آخر رو طلاق نمیدونم، چون هر دوتاتون ایراد دارین، هر کدومتون با ایرادهای خودتون میرین به قاضی و راضی برمیگردین، آره من به این دلیل خواستم جدا بشم که اون اصلا اینجوری بود، دسته بزن داشت اون کار کرد. خیلی خوب، وقتی خانم میگه
آقای داره فش میده به خواهرم، پدر و مادر من. گفتم خب تو چه کار میکنی؟ خیلی بی تربیته، منم فش میدم در جوابش. بعد میگه حال تازه منم هل داد، منو زد، نمیدونم فلان. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه یه دفعه که داشت فوش میداد من صندلیشو اینجوری پرت کردم، خورد صندلی به دیوار، اگه افتاده بود زمین که سرش خورده بود زمین شاید. یعنی خود اون خانوم شروع کرده اینو پرت کردن، دست بزنه اونم چیز کرده، روند بازارش کرده. یعنی ما رفتارهای متقابل چجوری داریم انجام میدیم؟ همش هم قاضی میری، میری پیش همسایت، میری پیش خواهرت، مادرت، حالا هر کدومشو، پیش فامیلا درد دادیم که وا چه شوهر بدی داری، یا اون یکی میگه بابا اینو ول کن طلاقش بده، این که به درد خونه، حالا دوتا بچه این وسطه. یعنی اینقدر ناآگاهانه ما داریم از همسایه و در و دیوار و خاله و عمو و کسایی که نه تخصصی دارم با توجه به تجربه های زندگی خودشو، آره من انقدر همسرم رو کتک زدم تا رام شد، برای همین میبینی که چه زن خوبیه. روش خودشو فکر میکنه بهترین بوده، حالا آمده داره به این یاد میده. یاد بگیرین، کمک بگیرین، برین ببینین که سلوشنش چیه. بنابراین اگر اون خانم که مسئله طلاق رو گفت، بچه های از سنین 6-7 سال، 4-5 سال تا 7-8 سال، اینا خیلی مالا 4-5 سال اونقدر زیاد چیز نیستش، نزدیک سن بلوغ خیلی خیلی تاثیر بد میذاره، در همه بچه ها تاثیر بد میذاره. تجدید نظر کنید برای طلاق کردن، طلاق گرفتن، و بچه هاتون رو اینقدر آسیب نزنه. هیچکی نمیتونه پدر اون بچه بشه، هیچکی هم نمیتونه مادر اون بچه بشه و جای اونو بگیره. بچه ها رو آسیب میزنین به طور کلی. کمک بگیرین، طلاق رو تنها راه چاره نبینین. اون آقایی هم که گفتن من افکارم، ایشون هم اگر خواستن باز روش هایی به تمرین های ذهنیشون رو باید تغییر بدن، که اگر خواستن میتونن، حالا توی اینستاگرام هم چون میسکه فکر میکنم از ایران بودن چون میخواستن کنکور تجربی بدن، میتونید توی اینستاگرام محاله تکنیک هایی رو اونجوری بهتون یاد بدم، چون الان به من گفتن 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بنابراین یاد بگیریم. و اینکه کتاب من و همون آقای محترم که الان چیز کردن، این کتاب جادوی باور من تو ایران، این یاد بگیریم ببینیم باورهای ما و اون باورها رو تمرین بکنین. باور این که من مطمئنم که در کنکور حتما قبول میشم، و شروع میکنی مطابق اون افکاری که داری تلاشتو میکنی، کوششتو میکنی. تو این جادوی باور من اینجا بذارین یک تیترایی که هست، مثلا واقعا چطوری ما میتونیم حتی برای طلاق عشق رو در زندگی خود تجربه کنید، چگونه عادات مثبت رو در خودمون شرطی کنیم. بعد قانون ارتعاش، یعنی همه این قوانین رو اگر ما بخوایم رعایت بکنیم و ببینیم که نحوه تفکرمون، تقویت نیازهای حسیمون، و اینکه ببینیم این صفحه فهرست اول، ببخشید، در مورد باورهاست. ببینید اینجا نحوه تفکر انسان، باورهای ما چیه، و سوق دادن افکار از سمت منفی به سوی افکار مثبت. این کتاب یک مثل یه کتاب کل روانشناسی بزرگه برای همتون. نقش باورها و واکنش ما، راه رسیدن به خواسته ها، انرژی ذهنی چیه، راه معرفت، راهی به سوی آگاهی برتر، عواملی که بشر را از فطرت و اهداف و رسالتش دور میکند. شما این انسان هدفجو، مسئولیت انسان، خود را بشناس، تمام اینا تیترهای این کتابه. حدود 100 تیترهایی داره که هر کدومشو من توضیحاتش هم انقدر واضح و خوب، همونطور که صحبت میکنم، چون من خب همون قبل از که بیام امریکا استاد دانشگاهی علوم بهزیست و تمام بخشی بودم، استاد دانشگاهی تو ایران بودم، روانشناسی روش، روانشناسی مرضی، روانشناسی کودک، تمام روانشناسی افکار مثبت، هر چیزی رو که چیز بگم، من اونجا برای دوره لیسانس و فوق لیسانس تدریس میکردم. بنابراین من اینجا براتون که شرح میدم، چون من سالها
تدریس کردم سالها این کارا رو واقعا از دل جون برای دانشجوها کردم، چقدرم تغییرات درشون به وجود اومد. این کتاب منم اونجا نوشتم از طریق همون کتاب خوارزمیه که توی بلوار کرجه، اون کتاب دانشگاهی خوارزمی هستش که اونجا تلفن کنین از اون تلفن سفارش میده همه جای ایران براتون میاره. تمام کسایی که توی اروپا، توی آمریکا، توی کانادا هستن برن تو وبسایت من drpnizami.com، اونجا آپشن داره برای اوردر کتاب. آپشنشو که اونجا پوش میکنیم آدرس و انفورمیشنتون رو میگیره. این دوتا کتاب و این یکی با سی دیه، این کتاب با سی دیه رمز موفقیت و ذهن خلاق، خودش یه دنیاییه. و تمام کسایی که این کتاب رو گرفتن الان سال هاست میگن ما تمام مدت راه داریم این چیز شما رو گوش میدیم، چون مدیتیشن داره، چیزای مختلفی داره توی این سی دی که همراه با کتاب رمز موفقیته. به هر حال من خدمتگزار شما، هیچ انتفاع مادی هم اونجوری وجود نداره از این کتاب ها، خودتون میبینین که قیمت آنچنانی نداره. من حتی کتاب جادوی باورم رو اینجا دادم به یه ناشر آمریکایی، حالا داره میخونه، خیلی هم خوشش اومده. اینجا به انگلیسی، من چون ترجمهش کردم خودم و فرستادم به انگلیسی بران که به زبان انگلیسی جادوی باور، که حالا کسایی که فارسی رو نمیتونن بخونن، بعضی از خانم ها آقایون که اینجا هستن میگفتن بچه های ما فارسی نمیدونن، میتونن اونجا بکنن. برای این که میذاریم تو کتاب خونه همه آمریکایی‌ها و کسایی که انگلیسی زبانن میتونن استفاده کنن و خیلی هم پسندیدن و گفتن حالا به هر حال ما این کار میکنیم. پس من دیگه اگر کسایی هم خواستن پاسخاشون رو بگیرن میتونن تلفن کنن، حالا از طریق واتساپ کسی که ایران، از طریق همچه اقلا من باشون یه جواب سوالاشون رو ببینیم چجوریه، میتونن تو تراپی قرار بگیرن، تراپی باشون بکنیم. خودتونون دیزرو ببینین که تغییر کنین. الان هم دیگه برنامه هم داره تمام میشه، حتما برای تغییر یک کاری برای خودتون بکنین، نه که آره ما طلاق گرفتیم مرد بده، من افکارم انقدر منفیه، اینم اونم دیپرس شدم. خب برین کمک بگیرین، یاد بگیرین که میتونین تغییر کنین، ولی پلو کسی برین که خودش بلد باشه چه جوری شما رو هدایت کنه. ببین این مهمه که بعد نریم پشیمونشه ای ما 6 جلسه یه سال 6 ماه 8 ماه رفتیم هیچی یاد نه نه اونجوری دیسترکتر میشین، چی میشین، ناراضی میشین، فکر میکنین که همه اینجوری هن. نه این کارو نکنین. پس به هر حال من چون به من نوتیس دادن که تموم شد، من از آقای مهندس اندرو خیلی تشکر میکنم. تا درودی دیگر، بدرود. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم میکند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.